یکی از سیستم هایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی بر روی خودروها نصب می شود سیستم سوخت رسانی انژکتوری است. بعد از کاربراتور و کاربراتور مدار بسته، شرکت های خودروسازی ایرانی کم کم در حال جایگزینی انژکتور به جای سیستم های قدیمی هستند. استفاده از انژکتور در خودروهای بنزینی دارای دو دلیل عمده است. یک، کنترل آلودگی محیط زیست و اخذ گواهینامه یورو امکان پذیر است. دو، مصرف سوخت در سیستم انژکتوری به علت وجود سیستم مدیریت موتور EMS و سنسورهای متفاوت کمتر است. سیستم سوخت رسانی انژکتوری دارای 8 مزیت نسبت به سایر سیستم هاست که عبارتند از: 1. توزیع سوخت یک نواخت و اندازه لازم در همه سیلندرها. یکی از بزرگترین مشکلات کاربراتورها توزیع متفاوت و متغیر سوخت بین سیلندرها است. از آنجایی که کاربراتور وسط مانیفولد گاز نصب می شود، در خودروهای 4 و 6 سیلندر ردیفی سیلندرهای 2 و 3 به نسبت کمتری از سایر سیلندرها پر می شود و دلایل آن طول غیر یکسان شاخه های مانیفولد گاز، وجود پیچ و خم در مسیر حرکت سوخت، اینرسی سوخت و تمایل حرکت مستقیم سوخت های درشتانه میعان سوخت بخار شده و ناصافی دیواره مانیفولد است. 2. خامسوزی کمتر به علت ارسال سوخت اندازه‌گیری شده. به دلیل اندازه‌گیری دقیق مقدار سوخت رسانی نسبت به شرایط فیزیکی محیط و نیز نسبت به بار و دور موتور، خامسوزی در موتور کمتر است. یعنی مقدار CO و HC حداقل می باشد و نیز به علت کنترل حرارت موتور مقدار گاز NOx کمترین مقدار است. 3. راندمان حجمی موتور زیاد است. راندمان حجمی موتور عبارت است از جرم گاز وارد شده به سیلندر تقسیم بر جرم هوایی که باید به سیلندر وارد گردد. در سیستم کاربراتوری به علت وجود گلوگاه در ونتوری کاربراتورها هوا به خوبی وارد نمی شود، در حالی که در موتور انژکتوری لوله ورودی هوا فاقد گلوگاه است. 4. ارتفاع موتور به علت حذف کاربراتور کوتاه‌تر است. 5. نیاز به سیستم کنترل حرارت مانیفولد گاز، آب گرم یا حرارت سنج دود اگزوز نمی باشد، زیرا سوخت به صورت پودر به دریچه سوپاپ تزریق می شود. 6. قدرت شتابگیری موتور زیاد است، زیرا سوخت در زمان لازم و به اندازه ضروری در دریچه سوپاپ وجود دارد. 7. مصرف سوخت به علت اندازه‌گیری در کلیه شرایط و قطع سوخت در حالت خودگردانی موتور و داغ شدن موتور یا در سرعت نهایی کمتر است. 8. تأثیر فشار هوا یا دمای محیط در مقدار سوخت مؤثر نمی باشد. آشنایی با اجزا و عملکرد سیستم انژکتوری پراید مدل کیا موتور. سیستم انژکتوری نصب شده بر روی پراید دارای دو مدل کیا و ساژم است. مدل کیا در سری های اول پراید نصب شده و مدل ساژم همکنون بر روی پراید نصب می گردد. در این فیلم ابتدا به معرفی مدل کیا می پردازیم. اساس کار در سیستم انژکتوری گرفتن یک سری اطلاعات از سنسورها و پردازش آن و ارسال یک سری فرمان به عملگرها جهت محاسبه دقیق سوخت است. حال که با کلیات اساس کار سیستم انژکتوری آشنا شدید، به معرفی سنسورها، عملگرها، نحوه کارکرد و جایگاه هر یک در سیستم انژکتوری می‌پردازیم. سنسورها. 1. سنسور دماسنج آب موتور WTS.
این سنسور یک حسگر است که داخل مدار خنک‌کاری موتور قرار گرفته و با تغییر مقاومت نوع NTC ولتاژهای متغیری به ECU ارسال می‌کند. وقتی دمای آب موتور پایین است، تبخیر سوخت ضعیف شده و موتور نیاز به سوخت غنی‌تری دارد. در این حالت، به علت زیاد بودن مقاومت NTC، سنسور آب، ولتاژ در مدار ECU و سنسور WTS زیاد است. ولتاژ زیاد در ECU از مدار سنسور آب به معنی ارسال سوخت زیاد است. وقتی دمای آب موتور افزایش می‌یابد، مقاومت NTC کاهش یافته و به علت ارسال جریان، ولتاژ در مدار کمتر می‌شود. در این هنگام، ECU با افزایش جریان سوخت ارسالی را کاهش می‌دهد. 2. سنسور دمای هوا RTS. سنسور هوا روی درپوش هواکش نصب شده و وظیفه دارد دمای هوای ورودی به موتور را به ECU ارسال کند. با ارسال دمای هوا، زمان باز بودن انژکتورها در حالت استارت زدن و دور آرام اصلاح شده و نیز روی تایمینگ جرقه و اندازه‌گیری وزن مخصوص هوا تأثیر دارد. سنسور هوا از نوع مقاومت NTC می باشد که در هنگام سرد بودن هوا، ولتاژ سنسور زیاد و با گرم شدن هوا مقاومت کاهش یافته و ولتاژهای متفاوتی به ECU ارسال می دارد. با گزارش این سنسور، مقدار سوخت و تایمینگ جرق زنی تغییر می کند. ولذا، سنسور هوا یکی از سنسورهای مهم سوخت رسانی است. 3. سنسور وضعیت دریچه گاز TPS. سنسور تعیین وضعیت دریچه گاز TPS روی دریچه گاز سوار شده و نسبت به درصد باز بودن دریچه گاز ولتاژهای متغیری به ECU ارسال می‌دارد. در نتیجه طول زمان باز بودن سوپا به انژکتور تعیین می‌شود. 4. سنسور اکسیژن. این سنسور تشکیل شده از یک بدنه لوله سرامیکی پوشیده شده از لایه اکسید سیرکونیوم ZrO2 که مانند دو الکترود یک باتری کوچک عمل می‌کند. روی لایه سیرکونیوم را با فلز پلاتین به ضخامت 10 میکرون پوشانیدند تا خاصیت کاتالیزوری اکسیداسیون داشته باشد. لایه خارجی در معرض دود اگزوز و لایه داخلی در معرض هوای جو قرار دارد. برای محافظت لایه خارجی آن را با سرامیک متخلخل 100 میکرونی پوشاندند و لایه داخلی فقط پوشش فلزی دارد. در دمای 300 درجه سانتیگراد تا 900 درجه سانتیگراد وقتی دود خروجی با سوخت غنی به لایه خارجی میرسد، در دمای زیاد مقدار اکسیژن کم با سرعت با CO ترکیب CO2 میدهد. بنابراین تجمع اکسیژن در لایه خارجی سنسور حداقل می شود. برعکس در لایه داخلی اکسیژن هوا به صورت فراوان وجود دارد. اتم های اکسیژن در کنار لایه داخلی یونیزه شده و شارژ مثبت زیادتری ایجاد می کنند. و برعکس در لایه خارجی شارژ منفی تولید می شود. این اختلاف شارژ ولتاژی بین 0.8 تا 1 ولت در سنسور به وجود می آید. در حالت سوخت ضعیف به علت فراوانی اکسیژن در دود، شارژ لایه خارجی با لایه داخلی برابر شده و لذا عمل الکتروموتیو به صفر می رسد و ارسال ولتاژ قطع می گردد. این سنسور دارای گرم کن است که در ابتدای کار گرم کن سنسور را به سرعت به دمای لازم برای اندازه‌گیری می رساند و عمل اندازه‌گیری انجام می شود. سنسور اکسیژن در سیستم انژکتوری مدل کیا دارای گرم کن نبوده و فقط مدل ساژم دارای گرم کن است. 5. سنسور دورسنج و زاویه سنج CKP و سنسور تعیین پیستون اول CMP. سنسور دورسنج موتور وظیفه دارد دور میلنگ را در دقیقه به اطلاع سیستم مدیریت EMS و در این حال
زاویه گردش میلنگ را به اطلاع ECM می‌رساند. سنسور تعیین سیلندر اول موقعیت پیستون اول در زمان کار را گزارش می‌دهد. در پراید این کار توسط دو دیود نوری به کار رفته مشخص می‌شود. دیود اول مربوط به تعیین پیستون اول و دیگری مربوط به وضعیت میلنگ است. روش کار: یک صفحه مشبک روی میل دلکو قرار داشته که از میان پایه دیودهای نوری عبور می‌کند. تعداد شیارهای زاویه و دورسنج 20 عدد برای هر سیلندر است و یک سوراخ هم برای تعیین موقعیت پیستون سیلندر اول وجود دارد. وقتی صفحه مشبک دلکو می‌چرخد، نور دیود LED از سوراخ مشبک دوار عبور می‌کند و به آنود دیود فوتوسل که درست در پایین صفحه مشبک نصب شده می‌رسد و آن را فعال می‌کند. فعال شدن دیود فوتوسل باعث می‌شود 5 ولت ارسالی از ECU که در مدار بوده به ترمینال‌های پشت مقایسه کننده می‌رسد و باعث می شود 0.6 ولت به ترانزیستور ECU ارسال داشته و آن را روشن کند. در هر دور صفحه مشبک 4 سری سیگنال برای دورسنج و زاویه سنج میلنگ و 1 سیگنال برای تعیین سیلندر اول به ECU ارسال می شود. 6. سنسور فشار سنج هوای مانیفولد MAP. این سنسور با اندازه‌گیری مقدار فشار مطلق مانیفولد هوا به صورت غیر مستقیم دبی هوا را تعیین می‌کند. سنسور MAP نوعی اندازه‌گیری مقاومت متغیر است که تغییرات فشار مانیفولد هوا به صورت تغییرات ولتاژ به ECU گزارش می‌دهد. همچنین فشار هوا در حالت‌های شتابگیری، بار متوسط و غیره را اندازه‌گیری می‌کند. حالی که با سنسورها آشنا شدید، بد نیست بدانید که این سنسورها همگی اطلاعات خود را به صورت ولتاژ به ECU ارسال می‌کنند. ECU بر اساس ولتاژهای دریافتی یک سری پردازش انجام می‌دهد. این پردازش‌ها قبلاً به صورت فرمان در حافظه ECU وارد شده و ECU با گرفتن هر ولتاژ متناسب با فرمان ضبط شده در حافظه‌اش به عملگرها فرمان لازم را می‌دهد. برای آشنایی بیشتر شما به معرفی عملگرها می‌پردازیم. اما قبل از آن به معرفی سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری می‌پردازیم. این مدار شامل باک، فیلتر فشار ضعیف، پمپ بنزین، لوله‌های انتقال، فیلتر فشار قوی، لوله توزیع سوخت و انژکتورها، رگلاتور کنترل فشار سوخت و لوله برگشت سوخت به باک است. سوخت با فشار 5 اتمسفر توسط پمپ بنزین از لوله به فیلتر فشار قوی ارسال شده. سپس به لوله توزیع سوخت رسیده و توسط رگلاتور فشار حدود 3 اتمسفر کنترل شده و با این فشار به انژکتورها ارسال می‌گردد. عملگرها: انژکتورها ING. انژکتورها از نوع الکتریکی هستند که با فرمان ECU در زمان مناسب، یعنی حدود 180 درجه قبل از باز شدن سوپاپ هوا، به مدت چند میلی ثانیه باز بوده و سوخت تحت فشار 3 اتمسفر را به موتور تزریق می کند. زمان باز بودن انژکتورها حدود 3 تا 6 میلی ثانیه بوده و سوخت را به صورت پودر به ترتیب احتراق 1-3-4-2 در سر سوپاپ تزریق می کند. 2. سوپاپ کنترل دور آرام ISC. در خودروهای بنزینی کاربراتوری با روشن شدن چراغ‌های بزرگ، کولر، فن رادیاتور و موارد دیگر، موتور شروع به لرزش می کند. برای رفع این نقیصه در سیستم انژکتوری، سوپاپی به نام کنترل دور آرام طراحی و تعبیه شده است. در موقع وارد شدن بار اضافی به موتور در دور آرام، سوخت توسط انژکتورها هم اضافه می شود. در این موقع برای احتراق کامل، ECU
زمان باز بودن سوپا به هوای دور آرام را افزایش می‌دهد. اگر بخواهیم وظایف این سوپاپ را خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم 1. تأمین هوای لازم برای حالت سخت کار کردن موتور، 2. ثابت نگه داشتن دور آرام موتور، و 3. تأمین هوای مورد نیاز موتور در حالت آرام نسبت به اعمال بار روی موتور. 3. سوپاپ برقی کنستر. این سوپاپ وظیفه دارد بخارات باک را جهت جلوگیری از پخش شدن آن در فضای باز گرفته و در زمانی که ECU فرمان می‌دهد آنها را به مانیفولد هوا راهنمایی کند. نحوه قرارگیری این سوپاپ در فیلم نشان داده شده است. 4. کوئل. کوئل در سیستم انژکتوری از نوع هواخنک بوده و دارای یک خروجی ولتاژ قوی و یک ورودی مثبت و یک خروجی منفی است. رله اصلی، مین رله. وظیفه این رله تغذیه برق ورودی سنسورها و عملگرها است. وقتی سویچ موتور به حالت خاموش در می آید، رله اصلی برای 8 ثانیه روشن می ماند و برق سنسورها و عملگرها را قطع نمی کند تا آخرین اطلاعات موتور در حافظه ECU ثبت شود. همانطوری که در فیلم مشاهده می کنید، رله اصلی دارای 5 فیش است که فیش شماره 86 به برق سویچ متصل است که این مدار رله اصلی را از طریق اتصال بدنی که از فیش شماره 48 به آن داده می شود فعال می کند. با باز کردن سویچ، رله فعال شده و پلاتین های آن وصل می شود. در این موقع، از فیش شماره 30 برق از جعبه فیوز دریافت کرده و عمل کننده های کنیستر، شیر خلایی EGR، سوپاپ هوای دور آرام و انژکتورها تغذیه می شود. منفی عملگرهای فوق توسط ECU تأمین می گردد. 6. رله فن، فن رله. رله فن از ECU فرمان گرفته و در دمای 93 درجه سانتیگراد برق موتور فن رادیاتور را روشن و در دمای 87 درجه سانتیگراد برق فن را قطع می کند. 7. پمپ بنزین، فیول پمپ. پمپ بنزین از نوع توربینی است و در داخل باک قرار دارد. وقتی پمپ بنزین از طریق ECU فعال شود، پره‌های پمپ سوخت را به مدار ارسال می کند. سوخت از دور بدنه آرمیچر عبور کرده و از سوپاپ یک طرفه گذشته و به مدار فیلتر می رود. پمپ دارای یک سوپاپ اطمینان است که در فشار بین 4.5 تا 6 اتمسفر باز شده و سوخت را به باک برمی گرداند. به یک طرفه وظیفه دارد سوخت را در مدار سوخت رسانی با پیش فشار لازم در هنگام خاموش شدن موتور نگهداری کند. 8. سوپاپ برقی EGR. وقتی دمای موتور افزایش می‌یابد، تولید اکسیدهای ازوت NOx زیاد می‌شود. برای کاهش تأثیرات زیان‌آور NOx، سعی به خنک نگه داشتن موتور می‌کنند. در دمای 50 تا 60 درجه آب موتور، ECU سوپاپ برقی EGR را فعال می کند که با فعال شدن این سوپاپ، دیافراگم EGR حرکت نموده و سوپاپ دیافراگم مقداری از دودهای مانیفولد دود را به مانیفولد گاز ارتباط می دهد و موتور به جای تنفس هوای تازه و بنزین از پسمانده های بدون انرژی دود استفاده کرده و گرمای آن را کاهش می دهد. مدار هوارسانی. مدار هوارسانی از قسمت فیلتر شروع شده و هوا پس از صاف شدن از لوله خرطومی به داخل ورودی مخزن آرامش جریان می یابد. در این قسمت دو حالت وجود دارد. یا موتور در حالت دور آرام بوده و یا در حالت دور تند. اگر موتور در حالت دور آرام باشد، قسمت سمت چپ مدار بسته بود
بنابراین هوا از لوله فرعی سمت راست به وسیله موتور کنترل هوای دور آرام ISC داخل مانیفولد هوا می شود. در این قسمت یک مخزن هوای دور آرام برای مواقعی که به طور ناگهانی از دور زیاد به آرام می رسیم تعبیه شده تا موتور و کمبود هوا را احساس نکند. در حالت دور تند دریچه هوا سمت چپ مدار باز شده، هوا از مسیر اصلی وارد موتور می شود. این قسمت نیز دارای یک مخزن هوای دور زیاد است که در مواقعی که به طور ناگهانی دور موتور زیاد می شود طراحی گردیده. لازم به ذکر است سنسور هوا در ابتدای این مدار نصب شده. عیبیابی سیستم انژکتوری پراید مدل کیا. برای عیبیابی سیستم انژکتوری کیا مانند سیستم کاربراتوری عمل می کنیم. ابتدا یکی از وایرها را از سرشم جدا کرده و به بدن نزدیک می کنیم. به موتور استارت می زنیم. اگر جرقه زد، سیستم جرقه زنی موتور سالم است. در غیر این صورت، وایر فوق را در جای خود قرار داده و وایر وسط دلکو را جدا می کنیم و به بدن نزدیک می کنیم. اگر جرقه زد، سیستم برق سالم بوده و عیب در وایرها و نحوه توزیع برق است. ولی اگر جرقه نزد، وایر را در جای خود قرار داده و فیوز سیمی مربوط به سیم انژکتوری را امتحان می کنیم. سه فیوز در این قسمت وجود دارد. فیوز اول مربوط به سیستم انژکتوری کیا است که با قطع شدن آن برق ریلی اصلی قطع می شود. فیوز دوم برق پشت آمپر را تامین می کند و سومی برق چراغ‌های نورافکن جلو را. فیوز اول را که مربوط به برق سیستم انژکتوری است به دو روش می توانید امتحان کنید. یک از طریق یک اوهمتر و دو اگر اوهمتر نداشتید توسط جابجایی با یکی دیگر از دو فیوز باقی. اگر فیوزها هم سالم بود به جعبه فیوز داخل ماشین رفته و دو فیوز آن را کنترل کنید. یک فیوز 10 آمپری انجین، دو فیوز 10 آمپری EGI. اگر این دو فیوز سوخته باشند برق ریلی اصلی قطع است، لذا باید کنترل شوند. اگر این دو فیوز نیز سالم باشند باید ریلی اصلی را کنترل کنیم. برای کنترل ریلی اصلی ابتدا باید یک لامپ آزمایش تهیه کنید. لامپ آزمایش فقط یک لامپ 12 ولتی است. برای آزمایش ریلی اصلی ابتدا فیش شماره سی را قطع کرده و سیم آزمایش به فیش جدا شده از ترمینال سی وصل می شود. اگر بعد از باز کردن سویچ لامپ روشن شد، نشانه آن است که برق ورودی رله از طریق فیوز و سیم سالم است. سپس لامپ آزمایش را سر راه فیش 86 قرار می دهیم. بعد از باز کردن سویچ باید لامپ روشن شود تا اطمینان یابید که برق سیم پیچ رله هم سالم است. یکی دیگر از مواردی که می توانید با لامپ آزمایش بررسی کنید برق سر انژکتور هاست. برای این قسمت ابتدا لامپ آزمایش را به فیش شماره 87 وصل کرده و همچنین فیش شماره 85 را به بدن وصل نمایید. اگر لامپ آزمایش روشن شد نشانه سالم بودن خروجی رله اصلی است. اگر یکی دیگر از دلایل روشن نشدن و یا خاموش شدن ماشین در اثر نبودن بنزین در باک باشد، برای کنترل این مهم در صورت خرابی درجه بنزین لوله ورودی را کشیده و کنترل کنید که بنزین تا این قسمت جریان دارد و یا خیر. اگر جریان داشت عیب خود را از سنسورها و عملگرهاست که در این مواقع باید از دستگاه عیب‌یاب که به نام پاور اسکن معروف است استفاده شود. برای استفاده از این دستگاه ابتدا فیش آن را به محلی که برای آن در نظر گرفته شده نصب نمایید. دستگاه را با کلید آبی روشن کرده و سپس برق خودرو را باز نمایید. دستگاه دارای یک سری کلید بوده که به توضیح آنها می پردازیم.
کلید آبی برای روشن و خاموش کردن دستگاه. 10 کلید 0 تا 9 برای ورود اطلاعات به دستگاه. 2 کلید اینتر برای ورود اطلاعات. 1 کلید اسکیپ که برنامه را به قبل باز می‌گرداند. 1 کلید هلپ جهت راهنمایی استفاده از دستگاه. 1 کلید پیج آپ و 1 کلید پیج دان جهت ورق زدن به جلو یا عقب. 4 کلید جهت نمای بالا، پایین، چپ و راست برای انجام عملیات روی صفحه اصلی. 1 کلید جهت پرینت گرفتن اطلاعات دستگاه. و 6 دکمه در بالا از F1 تا F6 که کلیدهای عمل کننده هستند. بعد از روشن کردن دستگاه، علامت کیا روی مانیتور ایدیاب نقش می‌بندد که نشان دهنده سلامت باتری دستگاه و شارژ آن است. در غیر این صورت، دستگاه علامت خالی بودن باتری را نشان می‌دهد. بعد از علامت شرکت کیا، وارد برنامه اصلی می‌شویم که برنامه اصلی دارای 5 قسمت می‌باشد. 1. ایدیاب‌های خودرو. 2. آزمایش‌های چندگانه. 3. کامپلیشن دیسپلی. 4. تنظیم دستگاه آزمایش. و 5. انتخاب زبان. در قسمت ایدیابی از همان برنامه اسکن تست استفاده می‌کنیم. اولین پارامتر به نام ایدیاب‌های خودرو. سپس وارد این برنامه می‌شویم. دستگاه مدل خودرو را سوال می کند و ما مدل قبل از 1998 را انتخاب می کنیم. سوال بعد دستگاه نوع خودرو است که انتخاب ما پراید. سوال بعد دستگاه سیستم کنترل خودرو است. با توجه به اینکه سیستم کنترل مپ است، ما هم این گزینه را انتخاب می کنیم، یعنی سومین گزینه بعد از انتخاب مپ. سه گزینه مشاهده می شود. 1. کدهای ایدیابی. 2. اطلاعات مربوط به سرویس. 3. ایدیاب‌های زودگذر. از سه گزینه فوق کدهای ایدیابی را انتخاب می کنیم. در این قسمت دو گزینه نشان داده می شود. 1. نمایش حافظه. 2. نمایش فعلی و ذخیره شده در حافظه. در این بخش برای آشنایی شما عزیزان با نحوه کار دستگاه ایدیاب، دو عیب عمدی در موتور ایجاد می‌کنیم. عیب اول. همانطوری که مشاهده می‌کنید، در حالت روشن و در حالت حاضر هیچ عیبی در سیستم وجود ندارد و دستگاه نیز پیام No Diagnostic Trouble کد را نشان می‌دهد. در عیب عمدی اول، سنسور هوا را از سیستم خارج می‌کنیم. بلافاصله ایدیاب کد خرابی سنسور هوا را نشان می‌دهد. در دستگاه علاوه بر نشان دادن عیب حاضر، در حافظه نیز هک می‌گردد که بعد از رفع عیب اطلاعات حافظه باقی می‌ماند. پی نشان دهنده عیب حاضر و ام نشان دهنده عیب ثبت شده در حافظه است. عیب دوم. در عیب بعدی سنسور TPS را جدا می‌کنیم. همانطوری که مشاهده می‌کنید، بلافاصله عیب فوق در دستگاه مشخص می‌شود. پیام‌های دستگاه ایدیاب در سایر موارد. 1. اگر سنسور آب خراب باشد، دستگاه پیام Water Temp Sensor Fail می‌دهد. 2. اگر سنسور تعیین سیلندر اول CMP خراب باشد، دستگاه پیام TDC Sensor Fail می‌دهد. 3. اگر سنسور دورسنج و زاویه سنج CKP خراب باشد، دستگاه پیام Crank Position Sensor Fail می‌دهد. 4. اگر سنسور MAP خراب باشد، دستگاه پیام MAP Sensor Fail را می‌دهد.
5. اگر سنسور اکسیژن خراب باشد، دستگاه پیام O2 سنسور فیل را می دهد. 6. اگر هر یک از انجکتورها خراب باشد، دستگاه پیام اینجکتور 1 فیل را می دهد. 7. اگر سنسور کنترل هوای دور آرام خراب باشد، دستگاه پیام ISC والو فیل می دهد. برای پاک کردن حافظه دستگاه، سر کابل منفی باتری را به مدت 15 ثانیه از آن جدا کنید تا کلیه عیوب مانده در حافظه دستگاه پاک شود. آزمایش انجکتورها. موتور را گرم کنید و در دور آرام قرار دهید. 2. صدای باز و بسته شدن سوپاپ انجکتوری را با قرار دادن گوشی صدایاب یا پیچ گوشتی بشنوید. 3. اگر انجکتور کار نکند، ممکن است از اتصال سیم برق به ولتاژ ترمینال انجکتور باشد. 4. انجکتور را از روی موتور پیاده کرده و مقاومت سیم پیچ آن را اندازه گیری کنید. این مقاومت بین 12 تا 16 اوم است. یک کلید های ABI من درست کردم که این کلید دو تا کانکشنی که به سر سیمکشی سر موتور میره قطع میشه، این در بین اون دو سیمکشی قرار میگیره. یعنی 9 تا سیمی که از دست سیم اومده به سر موتور، 9 تا کلید من سرداشت گذاشتم و هر کلید رو مشخص کردم، روش لیبل زدم، اتیکت داره، فیش داره که مشخصه که هر کلیدی مال کدومی که از سیم هاست. خب من با قطع کردن این سیم ها و از کردن مجددشون متوجه میشم که عیب در یک دستگاهی مثل TPS، انجکتورها البته یا چیز دیگه که در این نه سیمه از وجود داره یا نه. حالا ما اینجا دو کار مشترک با هم انجام میدیم، یکی نحوه کار موتور رو با قطع کردن و بس کردن نگاه میکنیم، یکی آثارش رو در روی پاور اسکن ببینیم که اگر پاور اسکن در کار نبود، ما میتونیم با ساختن یه همچین کلیت های ABI تقریبا کار پاور اسکن رو از نظر ABI بکنیم. البته نه به اون کاملی، این بسیار چیز ساده ای است. پس من این را در مدار سیستم قرار دیدم. سعی می کنم که همه کلیدها ابتدا روشن باشه. من با کلید ABI میام انجکتور شماره 3 رو قطع می کنم. توجه کنید در روی مانیتور بلافاصله نوشته میشه که انجکتور شماره 3 قطعه. موتور به لرزه میفته، موتور با لرزش کار میکنه. ملاحظه کردیم که با قطع کردن انجکتور برق انجکتور شماره 3 کار موتور فرق کرد. بنابراین اگر هر کدوم از انجکتورها رو قطع کنیم کار موتور فرق بکنه، اون انجکتور سالمه. اگه تفاوت نکنه اون انجکتور خرابه. خب من مجدد اینه به جای اولش برمیگردونم. انجکتور شماره 3 از روی مانیتور پاک میشه، اما در حافظه به اصطلاح ECU هنوز باقی مونده. شماره 4 قطع میکنم، موتور 3 کار میکنه و مانیتور نشون میده که انجکتور شماره 4 از کار افتاده. خب به همین ترتیب تا آخر میتونیم انجکتورامون رو، هر 4 انجکتور رو تست بکنیم.
فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.